شاهدخت فاطمه پهلوی دهمین فرزند رضا شاه از محبوب ترین همسرش عصمت دولتشاهی بود. شاهدختی که به اصول خانواده سلطنتی پایبند نموند و یکی از جنجالی ترین ازدواجای خانواده پهلوی مربوط به ماجرای ازدواج فاطمه با یه جوان آمریکایی بود که با همه دردسرها و جنجالها در نهایت هم به متارکه رسید. قبل از شروع از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله کنارش قبل از همه از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید. فاطمه پهلوی دهمین فرزند و کوچکترین دختر رضاشاه تو آبان ماه 1307 در شهر تهران به دنیا اومد. مادرش عصمت الملوک دولتشاهی دختر مجلل الدوله از نوادگان فتلیشاه قاجار بود. رضاشاه و عصمت الملوک به غیر از فاطمه 4 پسر دیگه به اسمای عبدالرضا، احمدرضا، محمودرضا و حمیدرضا داشتند. فاطمه برای گذروندن تحصیلات ابتدایی و متوسطه به مدرسه زرتشتیان تهران به اسم انوشیروان دادگر رفت. بعد از اون که رضا شاه سلطنت رو به ولیعهدش محمد رضا شاه واگذار کرد و به تبعید رفت، فاطمه هم درس رو نیمه تموم رها کرد و با مادر و برادرانش همراه پدر به جزیره موریس رفت و حدود 4 ماه تو موریس موند. بعدش به ایران برگشت. حدود 3 سالی تو ایران درس خوند و بعد برای ادامه تحصیل به بیروت رفت و هنوز 4 ماهی از اقامتش تو بیروت نگذشته بود که با شنیدن خبر فوت پدرش رضا شاه خودش رو به تهران رسوند. بعد از خاکسپاری رضا شاه، محمد رضا شاه اجازه برگشتن به ایران رو به برادرانش نداد و اونا به ناچار راهی آمریکا شدن. تو اون زمان فاطمه به همراه برادرانش عبدالرضا و محمود رضا به آمریکا رفت و اونجا مشغول ادامه تحصیل شد و بعد از 2 سال دوباره به ایران برگشت. شاید براتون جالب باشه بدونید فاطمه پهلوی اولین خلبان زن هلیکوپتر تو ایران بود که اولین پرواز مستقلش رو تو شهریور ماه سال 1348 با یه فروند هلیکوپتر بل 47 انجام داد. سال 1329 فاطمه برای دیدن برادرش محمود رضا سفری به آمریکا داشت و تو همین سفر با یه مرد آمریکایی به اسم وینسنت هیلیر آشنا شد. هیلیر دیپلم ادبیات از دانشگاه کالیفرنیا داشت و به کار روزنامه‌نگاری مشغول بود. طولی نکشید که این آشنایی به ازدواج رسید. ازدواجی که داستان و دردسرای زیادی به همراه داشت و تیتر اول روزنامه‌های وقت شد. هیلیر غیر مسلمون بود و ازدواج زن مسلمون با مرد غیر مسلمون ممنوع بود و اگر زن ایرانی میخواست با تبعه کشورهای دیگه ازدواج کنه باید قبل از ازدواج از دولت ایران اجازه میگرفت. توجه نکردن فاطمه به این مسائل باعث شد تا از همه امتیازات خانوادگی و سلطنتیش محروم بشه و اومدن فاطمه به ایران میتونست باعث دستگیری و حتی محاکمش بشه. از طرف دیگه دربارم روی خوشی به این ازدواج نشون نداد. فاطمه پهلوی جشن ازدواجش با هیلیر رو تو سفارت ایران در پاریس و درست در تاریخی برگزار کرد که دربار ایران به مناسبت خاکسپاری رضا شاه عزای عمومی اعلام کرده بود. برخلاف تمایل سپهبد رزمارا، نخست وزیر وقت که از مطبوعات خارجی میخواست که اخبار مربوط به تشییع جنازه و عزاداری رو پوشش بدن، خبرای این ازدواج و همزمانیش با عزاداری به شکل پرسر و صداتری انعکاس پیدا کرد و این باعث نارضایتی دوچندان دربار شد. از طرف دیگه این جریانات همزمان بود با جریان ملی شدن صنعت نفت که درز اخبار مربوط به این ازدواج و اعتراضات مردم باعث شد موضع محمد رضا شاه تضعیف بشه. البته بعدها هیلیر به خاطر عشق و علاقه‌ای که به فاطمه داشت مسلمون شد و اسمش رو هم به علی تغییر داد و در نهایت 3 سال بعد دربار اجازه ورود فاطمه و هیلیر رو به ایران داد و در ظاهر به نظر می اومد که همه چی برای خانواده سلطنتی به خیر و خوشی به پایان رسیده. ولی ورود این زوج به ایران تازه شروع اختلافای اونا بود. زندگی فاطمه و هیلیر بعد از اومدن به ایران 5 سال بیشتر دوام نیاورد و اونا از هم جدا شدن. حاصل این ازدواج یه دختر به اسم رعنا و دو پسر به اسمای کیوان و داریوش بود. مادر فاطمه عصمت الملوک
درباره اختلاف این زوج گفته که متاسفانه ایلیر فردی دیوانه و عصبی بود و فاطمه رو خیلی اذیت میکرد. اون به خاطر مصرف زیاد مشروب تعادل و ثبات رفتار نداشت و مدام فاطمه رو مورد ضرب و شتم قرار میداد و در نهایت هم با فشار و اجبار دربار بود که فاطمه تونست از همسرش جدا بشه. این طلاق تو سال 1338 ثبت شد و فاطمه تو آبان همون سال با ارتشبد محمد خاتمی، دوست محمد رضا شاه و فرمانده نیروی هوایی ازدواج کرد که حاصل این ازدواج یه دختر به اسم پری و دو پسر به اسمهای کامبیز و رامین خاتمی بود. رابطه زناشویی محمد خاتمی و فاطمه پهلوی اونطور که از محتوای نامه‌های منتشر شده خاتمی به همسرش به نظر میاد با سوءظن و درگیری همراه بوده. قسم خوردی به تو خیانت نخواهم کرد. گفتی سیگار کشیدن را ترک خواهم کرد. گفتی در مشروب خوردن افراط نخواهم کرد و فقط با تو شراب خواهم خورد. گفتی هیچ مردی برای من وجود خارجی ندارد. اما بعد از گذشت 3 ماه برای دیگران بودی. این متن گوشه ای از نامه‌ای که خاتمی خطاب به فاطمه پهلوی نوشته و اسدالله علم یکی از نخست وزیران دوره پهلوی تو کتاب گفتگوهای من و شاه منتشرش کرده. در نهایت محمد خاتمی تو سال 1354 در حال کایت سواری و در حوالی سد دز با کوه برخورد کرد و کشته شد. مرگی که با شایعاتی تایید نشده مبنی بر دست داشتن ساواک و دربار در اون همراه بود. فاطمه از جمله اعضای خانواده سلطنتی بود که به فعالیت‌های اقتصادی مشغول بود. اون یکی از سهامداران اصلی شرکت CRC بود. همون شرکتی که تو سال 43 باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس رو راه اندازی کرد. فاطمه همینطور مالک شرکت تهیه و تولید پنبه آریان، صنایع روغن نباتی شکوفه آریا و شرکت ساختمانی نشیران هم بود. اون علاوه بر ارثی که از پدرش رضا شاه به ارث برده بود، از شوهرش ارتشبد خاتمی هم دارایی هنگفتی به ارث برد. کمی قبل از وقوع انقلاب 57، فاطمه هم مثل بقیه اعضای خانواده پهلوی از ایران خارج شد و برای زندگی شهر پاریس رو انتخاب کرد. مدتی بعد بیمار شد. اون به سرطان سینه مبتلا شده بود و برای درمان بیماریش از پاریس به لندن نقل مکان کرد. در نهایت تو سال 1366 و تو سن 59 سالگی توی همون شهر لندن از دنیا رفت. مرسی از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظراتتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بگذارید. راستی اگه هنوز عضو کانال ما نشدید خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیت هامون حمایت کنید.